در زمانهایی که حبیب خدا در مدینه بودند، تا حال حرام حکمش آمدگی نبود. حرام شدن خمر سه مرحله دارد، یکی سوره بقره، یکی سوره نساء، یکی سوره مائده. در این سه سوره با نوبت عرق حرام گردید. زمانی که پیغمبر خدا میگوید به مدینه آمدم، حتی همون نوشاکی های مقرری که می نوشیدن خمر بود، میگوید عرق بود. مردم اینقدر زیاد می نوشیدن، اینقدر زیاد می نوشیدن. آب عادی که برای خوردن در خانه استفاده می بردن همه عرق بود میگوید. باری میگوید حضرت عمر با همراه حضرت معاذ ابن جبل که از خمر بسیار ضررهای دیدن و بسیار ضررها را در جمعیت حس کردن، نزد حبیب خدا رفتن و پرسیدن ای پیغمبر خدا، در باب خمر و در باب قمار چی میگویی؟ اون زمان ها قمارم رواج داشت، قمارم درست بود. وقتی این سوال حضرت عمر و حضرت معاذ ابن جبل از پیغمبر کردن، در حال آیت آمد، یکم آیتی که برای بعضی از صحابه ها سبب شد و عرق خوری را بس کردن، همین آیت بود: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، یسألونک عن الخمر والمیسیر قل فیهما اثم کبیر و منافع للناس و اثمهما اکبر من نفعهما. این اولین آیتی که از سوره بقره هست آمد، اول تحریم خمر، اول حرام شدن خمر، انا همین آیت بود. ای محمد صلی الله علیه و سلم، یسألونک عن الخمر والمیسیر، تو را صحابه های تو، پیروان تو از عرق، از خمر و از قمار میپرسند، از تو میپرسند. آخر این خمر نابود کننده عقل هست، قمار برباد دهنده مال و ملک است، ضایع کردن مال است. از تو از این سوال میکنند. قل فیهما اثم کبیر، برای اونها بگو که در عرق و در قمار بی نهایت گناهی کلان است. و منافع للناس، لیکن بعض منفعت های دیگر برای مردم دارد. و اثمهما اکبر من نفعهما، خداوند میگوید لیکن با اونها بفهمان که گناهش از فایدهش زیادتر است. وقتی این آیت آمد، بعضی از صحابه ها میگد نوشیدن بس کردند، لیکن حضرت عمر خدا رحمت و مغفرت شون کند چی گفتن؟ اللهم بین لنا فی الخمر بیانا شافیه. ای خدای مهربان، باز دعا کرد برای ما در باب خمر روشنتر خبر بده. از خداوند باز طلب کردن. من میگویم و منافع للناس، بعض فایده های برای مردم دارد، لیکن گناهی وی از فایدهش در زیادتر. از خدا گفت فایده هاش در تفسیرهای قرآن در میگوید شهوانی میشود و اقتصادی میشود. این عرق فایده های شهوانی دارد و اقتصادی دارد. شهوانیش همین است که وقتی او را خوش میکند، وقتی عرق مینوشد، عرق نوش مثال وقتش خوش می شود. خب و اگر خیلی آدمی بخیلم که باشد، می گوید بعد سخاوتمند می شود آدمی که عرق می نوشد. بعضی مفسرها گفتن خوراک خوب هضم می کند، فایده هایی که برای مردم می داد است. لیکن خدا گفت اسمش، گناهش از فایدهش در زیادتر است، زیرا از همه بزرگترین نعمت برای انسان عقل هست. عقل او را دور میکند و او فحش میگوید، ناسزا میگوید، دلازاری میکند. قمارش هم همچنین.
حضرت عمر باز دعا کردن خدایا برای ما آیت روان کن که روشنتر باشد. اگرچه بعضی صحابه ها بس کردن از روی این آیت، لیکن باز خمر دوام داشت، خوردنش دوام داشت. دوم آیت آمد، دوم آیتش سببش میگویند این است که وقتی میگوید صحابه ها در یک خانه جمع شدند، حتی حضرت علی را هم نام میبرند، وقتی میگوید نماز شام شد یا نماز خفتن بود، آنها مست بودند و خیستند خواستند که نماز خوانند. وقتی میگوید آغاز کردند قل یا ایها الکافرون ما اعبد ما تعبدون و نحن نعبد ما تعبدون، به نهایت غلط خواندند آیت سوره قرآن، تماما غلط خواندند. و در حال آیت آمد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لا تقربوا الصلاة وانتم سكرى حتى تعلموا ما تقولون. خداوند روان کرد بر محمد صلی الله علیه و سلم و تمام پیروان خود خبر بده که وقت مست باشند به نماز نزدیک نشوند. این آیت آمد، این آیت هم سبب شد که بعضی از صحابه ها باز بس کردن، لیکن روشن نبود. حرام بودن او تا حال روشن آمدگی نبود. عاقبت باز حضرت عمر دعا کردن پروردگارا برای ما حرام بودن خمر و قمار را روشنتر بیان کن. مفسران میگن این دعای حضرت عمر بود. عاقبت میگه در سوره مائده با طریق روشن پروردگار روان کرد آیت را اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر. این آیت آمد. حضرت انس میگوید من در خانه ابو طلحه بودیم، در همونجا میگوید كنت ساقي القوم، من ساقی قوم بودم. میگوید تا حال میگد این آیت که ما به گوش ما نرسیده بود، من در خانه حضرت ابو طلحه نشسته بودیم. عبیدالله ابن جراح هم میگوید بود، عبدالرحمن ابن عوف هم بود. میگوید در اونجا ما در حالت نوشیدن خمر بودیم و من حضرت انس که قریب 10 سال خدمت حبیب خدا را کرده است، میگوید من ساقی بودم. بناگاه میگوید یک ندای شنیدیم، کسی از بیرون فریاد زده ایستاده است. میگوید وقتی بیرون برآمد مرا فرمان داد اخرج ما هذا صوت، گوش انداز این چی میگوید منادی، این فریاد زننده چی میگوید. حضرت انس میگوید بیرون برآمدم این منادی میگفت ان الخمر قد حرمت. الحال من از نزد حبیب خدا آمدم، آیت آمد که به تحقیق خمر حرام شد. میگه در حال گشتم آمدم گفتم ابو طلحه این نماینده پیغمبر خدا بود و آیت روشن برای حرام بودن خمر آمد. میگه زمان این شولیدیم، در حال میگوید همون قده هایی که داشتیم در زمین گذاشتیم شولیدیم. البته حکومت ایمان چی بزرگی هست. وقتی که انسانی که ایمان داشته باشد با شنیدن این آیت ها، با شنیدن این سرگذشت ها، در حال البته آن پیاله می در زمین می گذارد. می گوید در من فرمان داد که بیرون کن این خم هایی که هست، همه را در کوچه ها رفته بریزانی. حضرت انس می گوید برداشتیم بیرون برآمدیم، تمام توده مسلمان ها خم هایی که در او
خمر داشتن، عرق داشتن، در کوچه های مدینه میگد پاش میدادن، میریختن. حتی مثل نهرها میگد، مثل همان جویبارها بر این میگد خمر روانه شد، در خاک ها حتی جلا میداد، هم خمر بود. حکومت ایمان. بین یک زمان امریکا هم فرمان برآورده بود که عرق نوشی بس، لیکن ایمان کی نیست از عرق نوشی باز نایستادن. گربچوف در زمانهای دولتداریش فرمان برآورد، حتی تاک ها انگور ها بریده شد، شیشه ها شکسته شد، لیکن باز عرق نوشی اوج گیر برای ایمان ندارن اونها. که حکومت ایمان چنان حکومتی هست که با مجرد شنیدن صحابه ها میگوید همه در زمین گذاشتیم. حتی از شام میگوید تجارت خمر داشتیم. تاجرها میگوید وقتی که به نصف راه به مدینه ندار آمده که شنیدن که عرق حرام است، در بین راه میگوید گذاشتن نزد حبیب خدا آمدن. گفتن حبیب خدا آیا در باب خمر چیزی هست؟ گفت امروز ای پیروان من اللکه خمر حرام شد، با طریق واضح مرحمت خانید. میگوید آمدن در همون بین راه، دیگر نگفتن که من در اینجا 1000 سامانی و 10000 سامانی صرف کردم، اینشم میفروشم بعدا نمیکنم. نگفتن در جاش ریختن، نابود کردن، زیرا که حکم خدا بود. اینم الخمر والمیسیر والانصاب والازلام رجس من عمل شیطان. خدا میگوید به درستی این که خمر، عرق، میسیر، قماربازی، انصاب و ازلام، فالبینی و بت‌پرستی رجس پلید هستند. مفسران میگوید خداوند رجس، کلمه رجس را که پلیدی هست، فقط در گوشت خوب و در بت‌پرستی استفاده کرده است و خلاص. و این چونین انا همین کلمه رجس خداوند در خمر و در قمار و در بت‌پرستی و در فالبینی هم استفاده برد. قمار که امروز بسیاری از برادران نمازخوان ما و شما هم به او وابسته هستند، میبینی کدام بازی نباشد در نزد مذهب ابو حنیفه بازی ها بی پول هم که باشد این مکروه تحریمی آمدگی است. اگرچند که بعضی از عزیزان ما و شما بی پول شه رخصت دادن به غیر نردی بازی کردنم، بی پول شه اجازت دادن، گفتن اگر با شرطی که این بازی ها مانع از نماز و از ذکر پروردگار شما نشود. لیکن نزد مذهب ما و شما، نزد مذهب امام ابو حنیفه، بازی کردن با همه نمودی بازی ها را مکروه تحریمی گفتند. این رجالا یتخوضون فی مال الله بغیر حق فلهم النار یوم القیامه. پیغمبر خدا گفتند کسان از بندگان خدا اگر بغیر راه پروردگار، یعنی ناحقانه در مال یک برادرش صاحب می شود، یقین داند که جای وی دوزخ است. یعنی این ناحقانه ما و شما بالای مال یک برادر صاحب میشیم با طریق بازی کردن قمار. خدا در قرآن میگوید ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. شما مال یک دیگر تون با طریق باطل نخورید. یعنی این با طریق باطل خوردن مال است، چی در قرطه، چی در لتا، چی در نردش باشد، چی در شخمتش باشد. اگر با طریق پول ما و شما قمار بازی کنیم، اینم رجس است، اینم پلید است. گفتند خداوند این را رجس خواندن، این پلید است. من عمل شیطان گفت، این عملهای شیطانی است. گفتند حتی حبیب خدا میگوید یک نفر گوید که تعالی یا صاحبی اقامر و کفل یتصدق. اگر حتی یک نفر گوید به سوی رفیقش با طریق شوخی بیا قمار بازی کنیم، حبیبی خدا گفتن حتمی برای این کلمت صدقه کن که گناه کبیره نویسانده می شود. با طریق شوخی اگر شما گوید که بیاید قمار بازی کنیم، حتی حبیبی خدا گفتن فلیتصدق، صدقه کند که این سخنش گناه در نزد خداوند نویسانده می شود. البته این ضایع کردن مال است، این ضایع کردن از همه نعمت وزنین. این چی است؟ این عمر انسان است. شما یک ساعت دو ساعت از این بازی ها سیر نمی کنید.
شما حتی که هست شخصانی که دیگر در اون حالت نه نماز پیشین بیادی اونها میزود، نه نماز عصر بیادی اونها میزند، که این نمازها را حتی خواننم در آخری وقتش میخوانم برای شیرینی همون بازیه که اونها مشغول هستند. وقتی میگوید این آیت که آمد، حضرت عمر میگوید وقتی این خواند یسدو عن ذکر الله و عن الصلاة فهل انتم منتهون، خدا گفت که این خمر، این قمار چنان بازی ها و چنان نوشاکی های هستن که شما را از ذکر پروردگارتان و شما را از نماز باز می دارد. فهل انتم منتهون، خدا گفت آیا باز میستین از این یا نه؟ میگوید حضرت عمر وقتی این خان گفت انتهینا انتهینا، پروردگار را بس کردیم، پروردگار را با همین روز خاتمه بستیم، تمام ما دیگر به قمار و با عرق نزدیک نمی شویم. خوش به حال همون امتانی که این سخنی که حضرت عمر گفت انتهینا انتهینا، تمام تمام پروردگار را، کاش که این کلمه تمام در زبانی این امتانی که امروز در این بین مردم ما و شما زندگی دارند این کلمه را تا که داخل بگردانند. تا امروز اگر میخوردگی باشد، تا امروز اگر برای زینت در همان اتاقهای خانه گذاشتگی باشد که در اون خانه ای که اگر عرق باشد ملائکه رحمت نمی دراید، تا امروز اگر عرق فروش باشد، تا امروز اگر خریدار او باشد، اگر از این سخنها عبرت گیرد و گویا که انتهینا پروردگارا بس، امروز من حقیقت او را فهمیدم، خوش به حالش. و الا اگر دوام دهد برای چی من در خطبه چی خواندم حدیث؟ قال رسول الله صلی الله علیه و سلم الخمر، پیغمبر گفتند ام الخبائس، اجتنب الخمر فانها ام الخبائس، شما ای امتان من از عرق دوری جویید، حتی اگر در خاندانی می روید که در اونجا عرق در بالای دسترخوان است ننشینید، زیرا حدیث ابو داوود است من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلا یقعد علی مائده تدار علیها الخمر، اگر در کدام دسترخوانی که عرق باشد، شما امتان بی غیرت، شما امتان بی ناموس، برای وظیفه مو انسان، برای که وی منصب دارد، برای که وی پول دارد، اگر رفته در دسترخوان اون نشستید، حبیب خدا گفت تو ایمانی بر روز قیامت نداری، تو ایمانی بر زنده شدن در قبر نداری، وقتی در دسترخوانی که عرق باشد تو در آمده نشینی. این در حبیب خدا اجازت ندادن، این سخن پیغمبر است. پیغمبری خدا میگوید شما از خمر دوری جویید، زیرا که این مادری گناه هاست. من برای مادری گناه بودن این برای شما یک قصه میارم. در تفسیر قرطبی، در تفسیر همین آیت یسالونک عن الخمر والمیسیر، یک قصه میارد. میگوید یک جوان بود، خیلی زیبا بود و خیلی آدمی با غیرت بود، آدمی دیندار بود و در همان محله، در همان شهر پیشوا بود. و یک زن میگوید بسیار به این جوان، به این پیشوا، به این عالم عاشق شد و خواست از او یک استفاده برد، هر راه ها را میکافت نمیافت. عاقبت چیکار کرد؟ عاقبت میگوید غلامی خود را روان کرد که رفته این عالم را بگو که من یک مسئله را از او پرسان میکنم، یک مسئله شریعتی را بگو که به پیش من بیاید. وقتی میگوید این جوان آمدن، این زن در حال میگوید همان لباس های شب خواب کنکش را در بر کرد، خچه زیب و زینت داد، پیش های برا کشاده کرد. وقتی این مرد میگوید در آمد، در حال میگوید درها را امر کرد که درها را بسته کنید، درها میگه بسته شد. و این جوان در حیرت ماند، این چه حادثه است؟ گو من از تو سؤالی ندارم، برای من هیچ مسئله شرعی تو لازمم نیست، لیکن من به تو عاشق شدم، من میخواهم از تو استفاده برم.
اگر به من نزدیک نمی شوی گفت، الحال گفت در همین شهر گفت ترا من شرمنده می کنم. البته این گونه تهمت ها در راست آدم های دیندار زیاد است. گفت شرط دارم، اگر شرطی مرا اجرا کنی مرحمت. گفت چی شرط داری؟ گفت با من یک جایه می شوی خلاص می برای میره. یا گفت این غلامی که می بینی پا و دستش بسته است اینا می کشی، یا این یک پیاله قدحی که پر از عرق است اینا می نوشی، کدامی از اینا اختیار میکنی؟ گفت تمام، من دروازه تا کشاده میکنم برای تو جواب. این پیشوا میگد فکر کرد که کشتن انسان خیلی گناهی وزنین است، غلام کشتن این وزنین، زنا کردن از اون ده بدتر، خیلی میلش همین عرق می نوشم و از اینجا خلاص میشم و سوی پروردگارم زاره و تولا میکنم، این برای من درس میشود. گو من همین قدرح می نوشم. گو اختیار داری مرحمت. میگد قدح خیلی میگد همون درجهش بلند بود، میگد خیلی سخت بود. میگد وقتی همین یک پیاله را نوشید یک زمان ناگذشته میگد که این جوان میگد اللکه میگد دیگرگون شد. وقتی میگد حالتش دیگرگون شد باز میگد از این زن طلب کرد پیاله دیگر بریز. باز میگد دویوم ریخت، سیومشم خورد. وقتی نوشید میگوید دیگر علکه چی شد؟ علکه از عقل بیگانه شد میگوید. خاص بالای زن حجوم کند. برای آدمی مست چی مادرش باشد، چی خواهرش باشد، چی همسایش باشد، وای فرقی ندارد. امروز ما و شما از قصه ها و از مجله ها خوانده استاده ایم که همه کارها در حالتی مستی می شود. چی کشتار است، چی زنا است، همین کزیناهایی که امروز پیدا شدن همونها در حالتی مستی همه کار انجام میدهند. اگر وای هوشیار باشد کم ذره ایمان که دارد وای در این کار قادر نیست، وای مست میکنند بعد وای البته به همه کار قادر میشود. میگد خواست که بالای این زن هجوم کند و با این زن یک جایه شود. این زن گفتن نگفتن به من نزدیک نشو، تا اگر همین غلام نمیکشی به من نزدیک نمیشوی. گفتن هیچ چی کپینه کار ده گرفتن دیگر عقل نیست، فراست نیست، این غلام میگه کشت. و بعدی کشتن میگد این زن دیگر داد و فریاد زد، اعلان کرد بیایید که این خانه من در آمد است. بینید همه سرچشمه همه این از چی سر شد؟ از عرق سر شد. این از ضرر البته بالبت عرق برای هر یک فرد مسلمانی که اگر عقل و فراست داشته باشد. در قصه ها می آید که بار یک زن در قد راه ایستاده بود. این مرد حکایت می کند وقتی من به پیش او می گذشتم جانب من اشاره کرد که نزد من بیا. می گوید نزد وای رفتم. گفت ثواب می خواهی؟ گفتم بلی ثواب می خواهم. گفت در خانه من گفت شوهرم در نزع جان است، رو برای وی کلمه بگو. این مرد میگوید من داخل این خانه شدم دیدم که در اصل مرد در نزع جان بود و در حال میگوید نزد او نشستم و گفتم بگو اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا عبد و رسول. دو بار سه بار تکرار میکنم. این مرد تماما این کلمه را تکرار میکند. آخر میگه چشمهاش را کشاد و گفت ای مرد گفت هر چی میگوی از این کلمه گفتن بگیر. گفت من از دین اسلام هم بیزار استم، از این کلمه هم بیزار استم. و میگوید چشمها را پوشید و جان به حق تسلیم کرد. میگوید وقتی این سخن از زبان اون شنیدم این مرد میگوید من در حیرت مادم این کی باشد. وقتی از زن او پرسیدم و ای گفت این مدمن الخمر بود، این عرق نوش بود. در حال چی گفتن حضرت؟ صدق رسول الله صلی الله علیه و سلم. میگد راست گفت پیغمبری خدا. چی کلمه را راست گفت؟ من شرب الخمر مات لقی الله تعالی کعابد الوثن. کسی اگر عرق می نوشد وقتی زمانی که جان به حق تسلیم میکند، پیغمبری خدا گفت او با خداوند مثل بت پرست روبرو می شود. او در دین اسلام نیست.
وای مثل بت پرست است گفت کعابد الوثن وثن گفته بت ها را میگد هیکل هایی که پرستش میکردند حبیب خدا گفت کسی عرق می نوشد در حالت جان دادن گفت مثل بت پرست با پروردگارش روبرو می شود این بیزاری این انسان از این کلمه و از این دین به خاطر چی بود؟ به خاطر عرق بود. حضرت امام ابو یوسف که شاگرد امام ابو حنیفه بودند میگد از ابو حنیفه پرسان کردم برای چی همین انسان هایی که عرق می نوشند در چهره هاشان یک ترشی پیدا می شود، یعنی همین روی هاشان جنج می کنند، برای چی می کنند؟ حضرت امام ابو حنیفه چی گفتند؟ گفتند من زنا او شرب الخمر نزع منه الایمان کما یخلع الانسان القمیص من رأسی. گفتند تو نمی دانی که پیغمبری خدا گفت کسی زنا می کند، کسی عرق می نوشد، ایمان او مثل کرته که از بدن بدر کرده می شود، ایمان او از بدن او کشیده می شود. همون حالت جنج کردن، همون حالت رویش ترش کردن حالتی است که ایمان او برداشته شد. در اون حالت دیگر ایمان ندارد، گفت امام ابو حنیفه. خدا رحمت و مغفرت جان کند. عزیزان ما و شما میگویند که من نام سکران، من به همین حدیث صحبت ما انجام میتوم. من نام سکران کان عروسان الشیاطین. عزیزان ما و شما گفتند کسی که اگر شب عرق می نوشد و آمده با همین حالت در جایگاه خواب بکند، حالتی که مست است، کان عروسان الشیاطین، وای عروس شیطان است. چگونه ای که مرد با زنش معامله میکند تا روز شیطان ها هجوم بالای این عرق نوش، هجوم بالای این مرد مست میکنند تا روز و یا بچه بازی میکنند، اونها راحت میکرده. بینید آدم مست الله که در همون جمله همون مردم ایتالیایی که یک گروه بچه ها هست استفاده شان میبرند، انا در همون گروه ها مردم عرق نوش قرار داشته است. کسی اگر مست خواب میکند تا روز عروس شیطان بوده است، شیطان استفادهش میبرد. ننگ باد، باور کن شرم باد که این قدر این منزلتی که خدا انسان داده است. لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. خدا میگوید این قدر مخلوق های زیاد دارم، لیکن از آدم ده دیده مخلوق بهتر ندارم، زیباتر ندارم. این مرتبه را تو در حالت مستی گم میکنی و شیطان که دشمن خدا و دشمن قرآن و دشمن مسلمان هاست، تو با وی زن میشوی تا روز تو را استفاده میبرد. چند قدر شرم است، چند قدر خجالت است که این قدر انسانی تا تو از دست میدهی. خدا رحمت کنه صاحب تفسیر حسینی را چی میگوید؟ تو را رحمان همی گوید که ای مؤمن مخور باده، تو را رحمان همی گوید که ای مؤمن مخور باده، تو را ترسا همی گوید که در صفرا مخور حولا. نمیمانی زناپاکی برای گفته رحمان، بیمانی شهد و شکر را برای گفته ترسا. حضرت میگوید ننگ بر تو باد ای عرق نوش که همون پروردگاری که خالق توست، همون پروردگاری که همه نعمت ها را برای تو مهیا کرد، همون پروردگاری که اینقدر اعضاهای درست برای تو داد، در هر یک اعضای تو عدالت کرد، همون پروردگاری که اگر خواهد بازی زیله تمام دنیا را نابود میکند، همون پروردگاری که با شمال میتواند دنیا را نابود کند، همون پروردگار برای تو بنده چی میگوید؟ مخور باده، عرق ننوش. ترسا چی میگوید؟ ترسا میگوید در حالت بیماری شیرینی نخور. این اگر شما نزد یک دکتر روین، اگر شما را کسل قند برارن، میگوید که تو برای تو شیرینی خوردن، گوشت گوسفند خوردن منع. حسین وعیزی کاشفی که صاحب تفسیر حسینی است میگه ننگ به تو باد
سخنی دکتر میگیری برای از این بیماری نجات یافتنت از حولا و از گوشت گوسفند از همه تو پرهیز میکنی و سخنی پروردگار تا قبول نمیکنی. تو را رحمان همی گوید که ای مومین مخور باده، وی گفته ایساد از باده را نخور، وی پروردگار میداند که این باده برای شما ضرر دارد. این ماشین هایی که ما و شما حی میکنیم اینها را زوادها میداند که کدام روغن برای این مناسب است، و ما و شما را پروردگار انجینیر ما و شماست، میداند کدام نوشاکی کدام روغن در وجود ما و شما پسند است، وی میداند. از این خاطر ما را من کرده ایساد است که نخور، این زهر قتال است، این تو را شرمنده میکند، وجود تو را درمند میکند، این برای تو شفا نیست، برای تو دوا نیست. نمیمانی زینا پاکی برای گفته ای رحمان. ای نامرد میگوید، ای انسانی که تو نامت مسلمانی و مؤمنی است، برای گفته ای رحمانت از عرق خوردن باز نمیستی. بیمانی شهد و شکر را برای گفته ای ترسا، برای یک دختری که از تو را ترسان یا اینکه حقیقت گفت، برای گفته او همه حلال کرده های پروردگار را ترک کردی و برای پروردگارت امر کرد که باده را نخور، خورده ای ساده ای شرمنده. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. انشاءالله من این موضوع را انجام ندادم، خدا خواسته باشد جمعه های آینده باز آن آیت ها و آن احادیث هایی که در این باب هست باز به سمع شما می رسانم. یک مسئولیتی هست در ذمه ما، من به همه شما می رسانم و این حواله بر ایمانداری و مسلمانداری شما می کنم. اگر کردید خوش به حالتان، نکردید زود است که شما این دنیا را ترک می کنید. این دنیا برای شما ابدی نیست و این تنی صحت تانم و این حالتهای خوب تانم، دولتداری تانم، اینا هیچگاه پیش راه مرگ نمی گیرد. خدا گفت و الیه المصیر، یقین دان که بازگشتت به سوی من است. رو 70 سال حیات ببین، 50 سال حیات ببین، رو در اسرائیل توابت کن، لیکن مرده تو را نزد من میارم، خواهی نخواهی پیش من میایی. تو کاری کنیم که باید که ما و شما خجالت نرویم، کاری کنیم که با یک چهره سرخ، کاری کنیم با یک ایمان با حبیب خدا رو پرو شویم. پیغمبر خدا گفتن من شفاعت می کنم کسی را که در دنیا سخنی مرا رد کرده باشد. خدای مهربان، عاقبت همه ما بندگانت را به خیر بگردان و این زهر قتالی که یکی از حرام کرده های تو در روی زمین است، خدایا برای ما چنان قوت، چنان توفیق نصیب بگردان که چه از خوردن، چه از نوشیدن، چه از فروختن، چه از یاردم کردن، خدای مهربان ما باز استیم و پروردگارا چنان توفیق برای ما نصیب بگردان که بهترین نعمت که ایمان است، این ایمان را گرفته وارد قبر و وارد روز قیامت گردیم. و خدایا این جمهوری ما را آباد بگردان، یک دلی و یک دیگر فهمی را حکمران این جامعه ما بگردان. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و توفنا مع الابرار برحمتک یا ارحم الراحمین. پیغام است، میخوانیم، دعا میکنیم. روزم بسیار روزی خنک. داملای محترم اکای حاجی مرزا، سلام و درود بی پایان از شهر مسکوه، از نام برادر اهل اسلامی شما علی شیرجان و یک گروه تاجیک بچه هایی که مخلص دائمی شما اشور رجبالی از شهر کولاب و عبدالله از ناحیه آرجان کیزآباد، خواهش داریم که در حتی ما یک کف دعای می دادید و بعدا از خداوند متعال دعا می طلبیم که دنیا و قیامت شما را خداوند آباد بگرداند. ما هم دعا می کنیم خدایا این برادرهایی که الحال نامی اونها را خواندیم و از ما یک کف دعا طلب کردن، خدایا در این روز سعید این بنده های خدا با دست پور، با مرادهای حاصل شده، با تنی صحت، خدایا به خاندانشان صحت و سلامت بر بگردان و هر مرادهای نیکی که داشته باشند خدای مهرمان با فضل و کرم خودت برآورده بگردان. آمین یا رب العالمین. یک برادرمان با نزدیکی 100 سامان برای همین پوشش مسجد، الحمدلله که پوششم
شاید تا هفته های دیگه انجام یابد، کارش رفته این ساده است. خیر کردن، یک مادر یک قرآن آوردن. اینجا برادرها حاجی خالف و حاجی تلبیشا و حاجی تیلا که برای همین خوردن همین بچه ها که در آشخانه میخورن، همین کارگرهای مسجد، یعنی مبلغ اونها را پرداخت کردن. خدا در عمر جانشان برکات دید که یک نفر دیگر برادر من 30 سامانی دادن. بابای گریز از همین محله همراه همسرش از دنیا گذشتگی هستند و فرزند او برادر من هم که هم خیری پولی میکنن، هم در همین محله خدمت های خیلی زیاد کرده ایستادن. در حق ایشان هم گفتن دعا کنید. برادر حاجی رجبعلی 2 تروبه برای پایه در حق پدر گفتن دعا کنید و در حق اون کسانی که در صندوق خیریه کردن و در حق دخترچایی که طالب علم هستن دعا کنید. گفتن خدای مهربان، این بنده هایی که نام اینها گرفته شد، خدایا آن مقصد، آن مرام، آن امیدهایی که در دل دارن با فضل و کرمت خدای برآورده بگردان. گذشتگی هاشون خدا رحمت و مغفرت بگردان، بیماری هاشون شفای کامل نصیب بگردان و مسافرها دارن خدا صحت و سلامت به خاندان برسان. آمین یا رب. بچه هایی که اگر خواهش های یاردم در مسجد داشته باشن، البته این امارت ما کردیم خیلی خراجات کلانی را طلب میکند، خیلی خراجات کلان است که الحمدلله قریب ما که 80% شا تشکیل کردیم، لیکن باز احتیاج ها هست. اگر مبادای کسانی که اگر خواهند، این مجبوری نیست. این برادر در اینجا ما بغلطر داریم که حاجی رجبعلی وکیل محله است، در دست امی کس میدید نامش می نویسد و در آبادانی امی مسجد صرفش میکنیم. انشاءالله ثواب میگیریم. برادرهای در بیرون ایستادن، اگر پوشیده میشید در زیر همین میستادن، خیلی ثواب زیاد میشد که از این سخن ها بهره میگرفتن. خدا عاقبت همه شما را بخیر کند. آمین یا رب العالمین.